مصر و منطقه کار خوبی باشه. در حال ما از این برگردیم بریم و این تیکه به بعدش در رابطه با آقای روحانی و که در حال انتخاب ایشون بسیاری از معادلات رو به هم زد صحبت میکنیم و واقعا اگه کسی از عزیزانی هم میخوان نظری بدن این که واقعا آیا آقای روحانی میتونن در ایران با توجه به اون سیستمی که هست در مورد همون سیستم ولایت فقیه هست آیا میتونن کاری بکنن و اینکه انتظارات ایرانی های خارج از کشور کانادا و آمریکا از آقای روحانی چیست؟ در حال اگر کسی مایل بود که میتونه تماس بگیره و به طور مختصر بگن که دلیلش هم بگن دیگه که آقا چه انتظاراتی دارن و فکر میکنن چی میشه چرا. خدمت شما عرض کنم آقای یک مقاله‌ای داره آقای تقی رحمانی در رابطه با تقی رحمانی از فعالین سیاسی ملی مذهبی است، داره به نام روحانی، هاشمی و خاتمی. تقی رحمانی از زندانیان سیاسی با سابقه است که در الان فعلا در تبعید در پاریس زندگی میکنه. میگه که تغییر رحمانی میگه که فشار بر روحانی برای فاصله گرفتن از اصلاح طلبان آغاز شده و تعادلی لازمه که صدای مردم هم شنیده شود. خاتمی و دیگران در راه بلندتر شدن این صدا میبایست نقش بازی کنند. میگه دولت روحانی در حال شکل گرفتن همکنون خط و نشانهای راست و راست افراطی شروع شده. دولت راستهای افراطی با زبان نرم خط و نشان میکشند که چه کسی وزیر شود و چه کسی نشود. در کنار این فضا سازی سهم رهبری نظام در تعیین یا نظر نهایی دادن برای بعضی از وزرا هم وجود دارند. وزارتخانه‌های کلیدی محل نزاع هستند. این وزارتخانه شامل کشور، اطلاعات، ارشاد خارجه هستند که بر سر وزارت آن همیشه کشمکش وجود داره. چون می‌دونید که سه تا وزارتخونه رو حتما خود خامنه‌ای تایید می‌کنه، یکیش وزارت امور خارجه است، وزارت اطلاعات و وزارت کشور. این سه تا حتما این مهمترین پست‌ها هستن، اینا با نظر این از افراد مورد تایید خامنه ای باید باشن. یک خط رو میگیریم. سلام عرض کنیم، بفهمید. این از افراد مورد تایید خامنه ای باید باشن. سلام عرض کنیم. الو بفرمایید، روی خطیم. الو سلام علیکم، روزتون بخیر. عرض خدمت شما که در رابطه با انتظارات از آقای روحانی که فرمودین، مسئله اصلی اینه که هر کسی که میخواد رئیس جمهور بشه باید از اون قربال رهبر اول رد شه تا بعد بیاد به اصطلاح خواب بشه. ولی اگه به همین ترند سیستم نگاه بکنین، سیستم به یه جایی رسته بود که با کارهای آقای احمدی نژاد و برنامه‌ها با تمام به بن‌بست رسیده بودن و اینا می‌خواستن خودشون راه حلی رو بتراشن. به همین منظورم اومدن چیکار کردن؟ آقای روحانی رو میارن، از اون طرفم برای اینکه سرپوشی بذارن برای قضیه میان آقای رفسنجانی رو صلاحیتش رد میکنن، کسی که معطت نظام در اختیارش. نکته نشون دهنده اینه که این هم یه بازی بود برای مردم ایجاد کردن و بنابراین مردم رو جری کردن که مردم برن و انتخاب بکنن آقای روحانی رو. که در حقیقت اون چیزی که اونها میخواستن انجام شد، منتها به دست مردم. حالا مردم خیال میکنن که آقای روحانی رو انتخاب کردن، در حالی که بازی سیستم به اونها اینو نشون داد که اینا برن اون رو انتخاب بکنن. آقای روحانی 100% باید بیاد توی مسیری بره که تمام اون کارهایی رو که آقای چیز انجام داد اون رو بشنش آقای احمدی نژاد. در غیر این صورت هیچ راه دیگه‌ای وجود نخواهد داشت برای اینکه اون مملکت بخواد نجات پیدا بکنه. آقای روحانی رو در حقیقت با دست مردم آوردن که بیاد یه ریفورم انجام بده و حالا خواهیم دید در یک سال آینده حداقل باید منتظر بشیم و ببینیم که چه ریفورم‌هایی رو انجام خواهد داد. ناچار با غرب آشتی بکنه تا این بحران بزرگ رو قبل از اینکه ایران از این وضعش بدتر بشه تغییری بشه. خدمت رو میتونم سوال کنم؟ بفرمایید. خدمت رو عرض کنم که
موضوع اینه، فکر نمی‌کنید به نظر میاد که تغییر رحمانی هم تو اینجا میگه خامنه‌ای خودش فهمیده، همونجوری هم گفتید که فهمیده باید امتیازاتی رو بده، یک سری انحصارات رو ول کنه، ولی اینکه آیا میکنه یک بخش قضیه است، مثل همیشه چون اینا اصولاً خاکریزها رو که پس میدن دونه دونه پس میگیرن بدن دیگه، چون مردم میرن تو و اونا پس میگیرن، ولی مهم اینه که آیا واقعا فکر میکنید سال بعد اگر مطالبات نباشه مثلا مردم ایران مانند مصر یا جای دیگه به خیابونها نخواهند اومد، چون دیگه تقریبا آخرین شانس به نظر میاد که آقای روحانی باشه تو اون سیستم؟ ولی یک بار اینها همون 4 سال پیش بوده که به خاطرتون هست، وقتی ریختن تو که خیابونها و اینها با تمام دوربینایی که کار گذاشته بودن در سراسر میادین یک ماه قبل از اینکه تظاهرات شروع بشه و تمام این سران این افراد رو گرفتن، اذیتشون کردن، زندانشون کردن، حالا هر کار کردن در اون داخل من خبر ندارم، ولی اون چه که میشه فشار زیادی را آوردن. اما کل این که آیا یک سال بعد اینها بیان یک کاری رو انجام بدن، اگر واقعیت اینه که با اون تئوری که من دارم اینا رژیم به بن‌بست رسیده و ناچارن روحانی رو آورده با دست خود مردم که مردم هم خوشحال باشن که خودشون انتخاب کردن، باید یک مسیر رو طی بکنن که برن آشتی بکنن، به هر حال یه مقداری پوان بدن، پوان بگیرن و این موضوع دلار و این موضوع بحران اقتصادی تو ایران حل بشه. در غیر این صورت ما یک سال دیگه، یک سال نیم، دو سال دیگه به یه فلج مطلق میرسیم توی ایران و آتکام این حالا هر چی که باشه یا دیگه مردم ناچار میشن از جونشون بگذرن، نه از چماق بترسن نه از گله بترسن، بریزن و صدها هزار نفر خدا نکنه این اتفاق بیفته، ولی ما همش تقصیرها رو میندازیم گردن خدا. خدا نیست، ما خودمون هستیم که این کارا رو انجام میدیم. رهبریت باید این رو به هر حال فهمیده باشه که آقا چون این جور سیستم کار نمیکنه و باید مسئله عوض بشه. خیلی ممنون، لطف کردی زنگ زدی، متشکرم. تشکر میکنم، نظرتون سپاس. و اینم نظر بیننده عزیز بود، بسیارم درست بود. بر خدمتتون عرض کنم که ایشون فرمودن در مورد هاشمی، اتفاقا هاشمی رفتش مشهد برای یک سفر 4 روزه و خیلی جالب بود، مورد استقبال خیلی شدیدی قرار گرفت. میدونید که علم الهدا اونجا مخالف شدید هاشمی رفسنجانیه و در حقیقت از اون طرف آقای واعظ طبسی که در حقیقت سلطان خراسان هست، ایشون طرفدار رفسنجانیه، ولی این دوتا خیلی با هم دیگه بدن، ولی نمیتونه عوضش بکنه. از اون طرف به نظر میاد که آقای واعظ طبسی برادر رضایی آقای خامنه ای هستن، یعنی از یک مادر مثل که شیر خوردن و حال یک خیلی قدرت زیادی داره توی ایران، ولی در حال این اعتباری رو هم که به دست آورد آقای هاشمی رفسنجانی نباید فراموش کنه که این اعتباری بودش که همونهایی که اومدن رأی دادن، یعنی اون بخشهایی از مردم که اومدن رأی دادن به ایشون دادن و یادشون نره تا چند روز پیش هیچ کسی ایشون رو تقریبا خیلی جاها تحویل نمی گرفتن و هیچ جا استقبال رسمی از ایشون نبود. امیدواریم که این رو فراموش نکنن. بله، آقای تغییر رحمانی میگه که با توجه به این فشارهاست که میتوان توقع داشت، انتظار داشت که بوروکرات‌ها و طرفداران فضای باز در حکومت هم باید حرکت حساب شده خودشون انجام بدن تا فضا برای جامعه مدنی باز شه. میگه روحانی مشکلات خاتمی رو نداره چون توقع مردم پایینه، همانند خاتمی از دموکراسی سخن نمیگه، اما نیاز به حمایت داره. فشار محترمانه بر روحانی از سوی راست شروع شده، در مقابل باید بوروکرات‌ها و طرفداران جامعه مدنی هم با روحانی گفتگو کنن. بعد میگه که هاشمی باید با حوصله این پیگیر باشه تا تیم بوروکرات و تکنوکراتش بتونند با تدبیر و اتکا به رأی مردم در برابر نظامیان دست بالا رو حفظ بکنند و هم حمایت مردم را به خود داشته باشند، حمایتی که آسیب پذیر است و تضمین آن به رفتار موفق روحانی و عمل هاشمی و کنش خاتمی بستگی داره. همچنین تغییر روحانی میگه که چیزی که مهمه اینه که فشاری که راست افراطی برای دست آوردن وزرای مطلوب خود به روحانی میاره نبایستی دست کم گرفت، ولی میگه راست جامعه ما عادت کرده که همونجوری که دوستمون هم گفتن جامعه ما عادت کرده که اهل پیگیری نیست، در عوض راست افراطی که خودشونو تو ایران میگن اصولگرایان، نادرستی میگن که خودشونو بپوشونن
راست افراطی این ویژگی جامعه رو میدونه، پس کار خودش رو شروع کرده تا برنامه اصلاح طلبانه روحانی رو متعالی منفی بکنه، منتفی بکنه. تغییر رحمانی می نویسه که در مورد خاتمی چه کنه، میگه ولی شاید زمانه مناسبی که خاتمی بایستی از رهبری جنبش سبز یا اصلاحات بزن خواهم بایستی استعفا بده بره کنار، و الان بهترین زمانی که میفهمه که خاتمی باید حس کنه که امثال بازرگان، صحابی و اینها چه کشیدن برای ایران. البته اون هنوز یک هزارم زجرهای آن بزرگان رو هم ندیده است، اما خاتمی بهتره که بره به کارهای نهادسازی بپردازه و با رفتار خودش رابطه واسطه مثبتی برای حکومت و مردم بشه، در فقدان احزاب و نهادهای مدنی برای بازسازی همین نهادها. خاتمی و بسیار دیگر که تعلق به جامعه مدنی دارند میتوانند کمک کار مردم شوند. دیدار خاتمی از نسرین ستوده کاری جالب بود و توجه به فعال حقوق بشری از سوی کسی که در تریبون رسمی در ایران از جامعه مدنی سخن گفت امری پسندیده، هرچند دیر هنگام بود. میگه حال زمان است که برخی از کاستیایی که در دوران ریاست خود را داشت جبران بکند و هم پروژه جامعه مدنی را پیش ببرد که کلید دست یافتن به دموکراسی است. دیدار با فعالان مدنی و هم واسطه انعکاس خواسته‌های این فعالان برای روحانی و هاشمی شدن از سوی خاتمی در مجموع باعث می‌شود که فقط صدای راست افراطی در جامعه بلندتر نشود، چرا که راست افراطی تلاش خواهد کرد که با حمله به اصلاحات روحانی را با حمله به اصلاحات روحانی را به عقب بکشند. شنیده می شود که فشار برای روحانی برای فاصله گرفتن از اصلاح طلبان آغاز شده و این فشار با رد کردن وزرای پیشنهادی وی همراه بوده است. یکی از نویسندگان آمریکایی اتفاقا پیشنهاد داده بود به آقای اوباما که همونجوری که شما گفتید سال 2008 که انتخاب میشید با رئیس جمهور ایران ملاقات میکنید، خیلی خوب کاری کردید با احمدی نژاد، این کارو نکردید، ولی حتما با آقای روحانی این کار رو بکنید چون ایشون میانه روتر هست و حداقل میتونید حرفای همدیگر رو بشنوید. نکته ای که بد نیست بدونید اینه که هم دوستمونم گفتن آقای که زنگ زدن، جمهوری اسلامی خیلی حساب شده عمل کرد. یعنی اگر از این 8 تا کاندیداها 3 تا از این کاندیداها کسایی بودن که نگوشییتور بودن، کسایی بودن که مذاکره دیپلماسی کرده بودن. ببینید، یعنی من کاری ندارم که اونور حق و باطلیش رو، در این مقطع کار ندارم. ببینید، از نظر به عنوان یک نفر آدمی که میتونه مذاکره بکنه و فن سیاست و دیپلماتیک رو میدونند، سه تاشون یعنی ولایتی، روحانی، خدمت شما عرض کنم، و جلیلی، این سه تا کسایی بودن که سالهاست مذاکره کردن با غربی ها. غربی ها هم که میدونن، یه بار سر جریان شهید زهرا کاظمی بودش، آقای اون موقع بیل گراهام بود وزیر امور خارجه جان کریتین در اتاوا بود، جلسه‌ای که بود می‌خواست توضیح بده، چون میگم ما اون موقع در اتاوا کانون اندیشه و گفتگو حقوق بشر که هماهنگ کننده‌اش بودم این مسئله رو دنبال کرده بودیم، 2004 بودش که ایشون دید خودش که اومد همراهش با 12 نفر مشاور اومده بود، یعنی هر کدومشون با یک نفر برای یک چیزی باید جواب میدادن، یعنی تیم هیئتی میاد، خودتونم میدونید که خلاصه همینجوری نمیان، و خب بالاخره همه اینا تجربه دار بودن، یعنی نشون میداد که جوری گذاشته بودن که هر کدوم از اینا ببره کسی باشه که تو سیاست خارجی تجربه داشته باشه. و حتی یک نکته هم که بعد نیست بگم، آقای احمدی نژاد که آخرین روزاشو داره میگذرونه و بچه خوبی شده، این آخرا به مؤدبی شده دیگه، بگم هم نمیکنه، برای اولین بارم شلوغ نکرد، یه مصاحبه با جام جم انجام داد، گفتش که من مدتی است که در مسئله هسته‌ای ایران دخالتی ندارم، یعنی نشون میده که ایشون رو مدتی بود حذفش کرده بودن، و در هر حال در سیاست خارجی خود رئیس جمهورها در حال یک سری کارها رو انجام میدن. خدمت شما عرض کنم که ما به آخر برنامه‌مون رسیدیم، من از اینکه با ما بودید سپاسگزارم. برنامه بعدی هم در همین پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر با برنامه‌های دیگه در رابطه با ایران و کانادا در خدمتتون خواهیم بود، مهمانی هم خواهیم داشت، یکی از آقای پارسی قراره که در رابطه با مسئله دگرباشان ایرانی توضیح بدن. خدمتتون عرض کنم که بله، اگر تصحیحی بودش، اشتباهی از ما رخ داده، حتما تصحیحمون بکنید از طریق ایمیل و تلفن. نظرات پیشنهاداتتون هم لطفاً برای ما بفرستید، ممنون میشم. با تشکر از مدیریت تلویزیون تن که این فرصت رو به ما دادن و اتاق فرمان که همیشه کمک ما هستن در
کار فنیش و همچنین مشاورین برنامه. من کمال تشکر دارم برای همتون. شاد و شادکام باشید.